سراغ دکتر صاحب عبدالله رحیمی می رویم. جنابشان مسئول سیاسی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در اروپا و رئیس صدای توران یا اتحادیه ترک تباران افغانستان هستند. شما بفرمایید جناب دکتر صاحب عبدالله رحیمی. تشکر. شهادت فنا شدن انسان برای نیل به چشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است. به نام آفریدگار کائنات، سلام و حرمت به شما محترم انجینیر صاحب روح الله حمید، مهمانان گرامی و بینندگان عزیز برنامه آنلاین شما. البته 20 سالگرد شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود را وقتی تجلیل میگیریم که افغانستان باز هم توسط گروه متحجر تروریستی اشغال گردیده، هموطنان ما در هر طرف افغانستان مخصوصا در زادگاه قهرمان ملی به شهادت میرسند. درود بر روح تمامی شهدای راه آزادی. حادثه تروریستی 9 سپتامبر 2001 در افغانستان مردم این کشور را آنقدر به درد و رنج فرو برد که هنوز در روح ذهن مردم ما عمیقا احساس میکرد. این روز روز شهادت مجاهد متدین وطن دوست و مبارز کشور شهید احمد شاه مسعود قهرمان کشور بود که در این مدت همه حواریون و حامیان این شخص بزرگ در سوگ و ماتم نشستند. یک بار دیگر به روح شهید احمد شاه مسعود که 20 سال قبل خاطر نوامیس ملی تمامیت ارضی و ارزش‌های دینی جام شهادت نوشیدند درود می‌فرستم و به بازماندگانشان صبر جمیل می‌طلبم. البته در مورد شخصیت این قهرمان دوستا زیاد سخن گفتند و صدها مقالات نوشته شده، کتاب‌ها تعریف گردیده و ما نمیتونیم در 10 دقیقه در مورد ایشان سخن برانیم. من میخوایم البته روی از یک زاویه دیگر روی تحولات اخیر و گذشته افغانستان یک اندازه مکس بکنم که خدا کنه که همین وقتی که برای ما شما تعیین کردیم زیادتر وقت شما رو نگیرم. همچون حوادث و واقعات هیچگاهی بدون پلان و برنامه صورت نمیگیرد. فلحاظا ما ناگزیر هستیم در مورد علل و دلایل همچون کشتارهای سیستماتیک بیاندیشیم و ریشه یابی نماییم. دوستان عزیز، افغانستان جغرافی است که قرنها از جانب گروه خاص، قوم خاص و اندیشه خاص اداره گردیده و این گروه هیچگاهی به خاطر نهادی نگردیدن عدالت اجتماعی، تمدن و استقرار نظام اداری مؤثر سعی و تلاش نکرده. نظام های اداری از الیگارشی تا شاهی، شاهی مطلقه، جمهوریت قلابی، دموکراسی کمونیستی، جمهوری اسلامی وارده، جمهوریت غربی تحمیل شده و امارات اسلامی طالبان نتوانسته است با خواستهای مردم افغانستان که از لحاظ بافت اجتماعی با اتنیک، عقیده و زبانهای مختلف تشکیل گردیده جوابگو باشد. دلیل و علت آن را نیز می توانیم در وجود و افکار متعصب حاکمان دوره های گوناگون جستجو نماییم. بی‌عدالتی، مطلق اندیشی، سرکوبگری و انحصار طلبی مهره های تنگ نظر و متعصب آنقدر بر پیکر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور ضربه زد تا همه داشته های مادی و معنوی این کشور نابود گردند. نمیخوام در مورد هر تحول تاریک و دلخراش با تفصیل صحبت نمایم. فقط واقعات 4 دهه اخیر که همه شاهد آن هستیم کافی است تا نیاد و خلوص یک دیدار سیاسیون بر سر اقتدار را بررسی نماییم. همان شکلی که در بالا نیز ذکر گردیده هیچ فیگور سیاسی به خاطر حفاظت از اخوت، برادری و عدالت اجتماعی معذب نگردید، بلکه به خاطر تأمین منافع یک تعداد کشورهای منطقه و جهان قدرت سیاسی و نظامی را تصاحب کردند. حاکمیت 15 ساله حزب خلق و پرچم و حاکمیت کنونی امارات و طالبان می تواند به این ادعای من صحه بگذارد که یکی با شعار کور کالی دودی مردم را فریب داد و دیگری با استشهاد و شهادت یک تعداد محدود شهروندان ما را
اسیر گرفته است. در اصل اهداف خلق و پرچم و امارات طالبان آنقدر متفاوت نیستند. اگر از لحاظ سیاسی تحلیل نماییم، هر دو گروه دیکتاتور و متعصب می خواهند با حذف و نفی دیگر اقوام از لحاظ زبان، عقیده و افکار برای خود بستر بزرگتری هموار و برنامه سناریوهای ناتکمیل مانده کهن را عملی سازند. اشغال دوباره کشور توسط طالبان توانی با دیکتاتوران بدنام کشور مانند حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی و انحلال دوباره اردو و پلیس و انزوا کشانیدن شخصیت های مطرح سیاسی همه تصادفی نبود. اعلان کابینه تک قومی و تک جنسی از جانب امارت طالبان و حزب عمدی تاجیک ها، ازبیک ها، هزاره ها، مخصوصا هزاره های اهل تشیع و زنان افغانستان از لیست کابینه نیات و هدف طالبان را آفتابی می سازند. که اینها بجز انحصار طلبی قدرت و حزب افکار، اندیشه، عقاید و اتنیک های مخالف هیچ هدفی ندارند. که این آرزو و خواب متعصبین هیچگاهی به حقیقت مبدل نخواهد گردید. دید و دیدها میان شخصیت‌های سیاسی و رابطه‌ها با جبهه مقاومت دوم جداً ادامه دارد. و به زودترین فرصت به خاطر مجادله علیه انحصار طلبی و سرکوبگری طالبان وارد میدان خواهند شد.